من پرویز مینویی هستم، مطابق معمول روزای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 6 و نیم تا 8 بعد از ظهر به وقت واشنگتن من در خدمت شما عزیزان هستم. الو 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 باش. بله، روزای دوشنبه و چهارشنبه به وقت واشنگتن از ساعت 6 و نیم تا 8 در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز 9 دسامبر سال 2015 میلادی است و برابر است با 18 آذر ماه 2574 هخامنشی است. من روزای چهارشنبه خب آقای امید امیدوار که لطف میکنن از اتاق فرمان در واشنگتن برنامه کارگردانی فنی میکنن، آقای ناصر توکلی از رادیو ایران هوستون تگزاس برنامه رو همزمان پخش میکنن، آقای پارسا صوبی مدیر مردم تیوی همزمان برنامه رو پخش میکنن و تکرار میکنن و روی یوتیوب هم میذارن. سپاسگزارم از هر سه تا سروران عزیزم. ببینید، من میخوام یه مقداری با هم فکر کنیم، میخوام مقایسه کنم کاری که انوشیروان کرد و کاری که مثلا پادشاهان قاجار مثلا ناصرالدین شاه احمدشاه میکردن. البته من میدونم، قبلا بگم، ما یک مشکلاتی داریم. ببینید، به نظر من ما اولین چیزی که باید درست کنیم خودمونو باید اصلاح کنیم. ما خودمون اشکال داریم. توی چه همون که میکردم تو دلتون میگید آه من که خودت اشکال داریم، این نداره. وقتی من میگم ما اشکال داریم، خب خودم جز اون ما هستم دیگه. یارون میگفتن که یه نفر به آخونده گفتن که آه این چیز گفته که یعنی اون به اصطلاح پدر علم تکامل گفته که انسان از نسل میمونه. یارو آخونده گفته بگید خودت از نسل میمونی، پدرت از نسل میمونه. آخه اون که میگه انسان ها از نسل میمونن، خب چند دود بشه دیگه. ببینید، من براتون یه مثال بزنم بعد برم سر مطلب. مثال بزنم، شما فیلم گوزها را اگه دیده باشید، بهروز وثوقی در اونجا رول یک آدم معتاد در و داغون رو بازی میکرد. آدم معتاد بی شخصیت، بی جربزه، در حالی که در جوانیش اونطوری که اون آقا اومده بود دنبالش، فکر میکرد این هنوز همون آدم یلو هست. این پسر سرایدار مدرسه بود و در اون سرایدار دبیرستان که بود، در اون دبیرستان بچه های دبیرستان همه این پسر رو، یعنی به جوانی های بروز بزرگی رو برای خودشون به عنوان یک بوتی، به عنوان یک مدل، به عنوان یک هدف قرار میداد. همه میخواستن مثل این باشن، چون این خیلی خوب کار میکرد، خوب عمل میکرد، جوان مرد بود، خوب بود. اونتا به روز موسیقی افتاد توی دست، البته اینا رو تو فیلم نمیشه با اشارات که تو فیلم گفته میشه آدم میفهمه، افتاد توی دست قاچاقچی ها. قاچاقچی ها اینو وادار کردن که بچه های دبیرستان رو معتاد کنه، بهش پول میدادن. بعد در ضمن اینکه میخواست بچه های مدرسه رو معتاد کنه، پول گیرش بیاد، خودش هم معتاد شد. بعد اون جوان یل با کوپال و نمیدونم فلان، حالا شده یه چیزی که یه بشه تبی این تئاتر شروع میشود، چند دقیقه این دیگر شروع میشود. بعد این حالا اینقدر بی شخصیت شده، اینقدر بی جربزه شده که دوست دخترش یا زنش یا نامزدش که با هم توی خونه زندگی میکنن، توی اون تئاتر هنرپیشه زن تئاتره. اون مردایی که با این هنرپیشه زن بازی میکنن به این خانمه ور میدن. بعد خانمه میان به بهروز موسیقی که آدم معتاد بی شخصیت ترسویه، میگه تو چه جور مردی، اینا دارن در حضور تو به من ور میرن. بهروز موسیقی میره اونا رو یواشکی میشکنه، میگه که تو رو خدا خواهش میکنم بذارید من یک چک بدنم تو گوشم، آب بدم جلوی این زنه نره. بعد اونا بهروز موسیقی میگه حالا بیا. این دروغی دق اینجوری میکنه، میگه دست نزنی ها،
یعنی این خبی شخصی داده برای که بیارو دروغی در بکنه مجیزشو میگه. ببینه این مریض شده دیگه، اما اون شخصیت بالاش تبدیل به این شخصیت امروزی. حالا آیا میتونه به شخصیت قبلیش برگرده؟ حتما اگه کوشش کنه میتونه دیگه. به نظر من دیگه نمیگم شما که برنگرده دیگه خودتی، من خدا میگم به نظر من رومان یک ایرانی شخصیتم عوض شده. حالا شخصیت ایرانی خب واقعیتی میگم، ببینید تعارف نکنید، اگر شما عقاید چپی دارید و داشتید خب این رسوبات مسکو تو ذهنتونه، مسکو شما رو اینجوری روتون کار کرده که آقای مثلا فرض کنید کیانوری، شما آقای احسان طبری، آقای دیگران، شما باید منافع کشورتون رو فدای منافع مسکو بکنید. این برای آینده حکومت کارگران تولیدی جهانی خوبه. اون طرف هم از یه طرف باور کرده، از یه طرف هم امید بسته که اگر ایران کمونیستی شد خوبی میشه وزیری، وکیلی، نخست وزیری، رئیس جمهوری، چیزی. پس هم دوتا هم باوره، هم تمه، هم آزه، هم باوری، هر دوش صفتی است که صفت ایرانی نیست، صفت ضد ایرانیه. ایرانیان در اصل این صفت ها رو نداشتن. حالا یه سری هم رسوبات مکه رو مقدشونه که فکر میکنم مثلا امام جعفر صادق خیلی شخصیت مهم بوده، یه موی امام جعفر صادق میاد و صد تا کوروش و داریوش، کسی اینجوری فکر میکنم. یه سری هم بین ما ایرانی ها زیاد هست، بین شما رو نمیاد، نه بین ما ایرانی ها زیاد هستیم که انقدر خودمون رو بالا و گنده میبینیم، انقدر خودمون از هر جهت مهم میبینیم که هیچ کسی جز آدم حساب نمی کنیم. کوروش مولوی شاه عباس محمد زکریا رازی حالا من برای که این بحث باز بشه بیشتر فکر کنیم مقایسه میکنم انوشیروان رو با پادشاه قاجار. حالا پادشاه قاجار شما میتونید بیشتر از همه این که مقایسه میکنید بیشتر از همه به احمد شاه میخوره، حالا شما میتونید با ناصر الدین هم بذارید اونجا. در زمان انوشیروان و در زمان ساسانیان، در زمان هخامنشیان، پادشاه مجری قانون بود. پادشاه حق نداشت قانون عوض کنه، مجری قانون بود. پادشاه باید قانون رو اجرا میکرد، اگه قانون رو اجرا نمیکرد از پادشاهی برش میداشتن. بارها به اتفاق افتاده پادشاهی رو عزل کردن، از جمله قباد. قباد همون پدر آقای انوشیروان، مزدکی شد، قوانین مزدک رو در مملکت اجرا کرد. بزرگان کشور گفتن که آقا این قوانین برای کشور خوب نیست. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. آقای قباد رو از پادشاهی کنار کردن، کردنش توی قلعه زندانیش کردن. خسرو پرویز رو از پادشاهی کنار برکنار کردن. پس اینجوری نبود که پادشاه هر کاری میخواد بکنه. پادشاه باید اون قانونی که جلوش میذاشتن اونو اجرا میکرد. در زمان انوشیروان مردم به چند گروه تقسیم می شدن. یک سری روحانیون مقا بودن، یک سری پادشاه و خانواده های درباری بودن، یک سری سپاهیان و افسران بودن، یک سری هم مردم ابزارگر و کاسب و صنعتگر بودن. هر کسی طبقه خودش بود، یعنی هر کی توی از مق به دنیا می آمد باید مق میشد، باید روحانی میشد. هر کی از افسران به دنیا می اومد باید سپاهی میشد. هر کی مثلا اگه از یک مثلا فرض کنیم که کفش ساز به دنیا می اومد باید کفش ساز میشد، یا باید یه صنعتی اونجوری یاد میگرفت. انوشیروان میگویند که در یکی از اتفاقاتی که افتاده بود احتیاج به یه مقدار زیادی پول داشت. البته انوشیروان در اواخر سلطنتش همیشه خزانه‌اش پر از پول، اما در اوائل شاید این احتیاج براش پیش اومد. احتیاج به مقدار پول داشت.
یک مرد صنعتگری اومد گفت آقا من این پول به شما مجانی میدم، این پول رو که شما احتیاج دارید من همینطوری میدم مال شما بشه، به شرطی که بچه من از طبقه مثلا صنعتگران بیاد به طبقه درباریا. امیر سلیمان گفت نه، من کار رو قبول نمی کنم. خب آقای احمدشاه یه نفر می اومد پلوش، مثلا فرض کنیم که بچه کفشدوز بود، پولدار شده بود، با آقای احمدشاه 1000 تا سکه میداد، یک کاغذ احمدشاه میداد که شما از این به بعد اسمتون مثلا احمد اماد السلطنه است، یعنی شما جزء طبقه اعیان اشراف شدید. ببینید انوشیروان به اون پول احتیاج داشت، برای کشور اون پول میخواست، برای خودش نمیخواست، ولی اون کار قبول نمیکرد. احمدشاه اون پول رو برای کشور نمیخواست، برای جیبش میخواست و اون کار رو قبول میکرد. انوشیروان قبول نمیکرد که یه نفر از خانواده ابزارمند صنعتگر بیاد به خانواده اشراف. احمدشاه این کار قبول میکرد، یه پولی میگرفت، یه امضا میداد که تو مثلا اگه اسمت احمد مثلا فرض کنی که کل بوقیتی، از این به بعد شدی مثلا احمد وسوق الدوله یا احمد مثلا اعتماد الدوله، یعنی یه لقبی گرفتی جزء اشراف شدی. حالا شما اینا رو مقایسه کنید ببینید چی به انوشیروان کار بدی میکرد یا احمدشاه کار بدی میکرد. انوشیروان حق نداشت که این مرد رو که از طبقه صنعتکاره بهش اجازه بده که طبقه اشراف بشه. برای چی؟ برای که انوشیروان مجری قانونی بود که دولو پاش کشت بودن. حالا اون قانون بد بود یا خوب بود من کار ندارم، ولی شاه مجری قانون بود، ولی احمدشاه از قانون بی خانون، قانونی اصلا وجود نداره. به دایش گفتش که تو میخوای حاکم خراسان بشی، حالا عدده که میگم عدده رو خودتون اصلاحش کنید، من عدد یادم نمونده، بهش گفتش که باید مثلا تو چون دایمنی ازت 25000 لیره میگیرم، اگر نه یکی دیگه میخواست همین سمت رو به 50000 لیره بگیره، من حالا چون تو دایمنی به تو میدم اینقدر. قانونی نرو انگلیسی ها به احمدشاه گفتن آقا شما وسوق الدوله رو نخست وزیر کن. چرا؟ چون میخواستن داشت قرارداد ببرن ایران تحت حمایت انگلیس بگیرن، وسوق الدوله قول داده بودن من نخست وزیر میگم این کاری میکنم، البته کلی پول گرفته بود. احمدشاه گفت باشه من وسوق الدوله رو نخست وزیر میکنم به شرطی که شما باید 15000 تومان به من حقوق بدی. ای بابا شاه ایران از یه دولت خارجی میگه به من حقوق بده. حالا در داستانهای حماسی ایران میگن کیخسرو میدونه کیکاووس یه پسری داشت به نام سیاوش، زن کیکاووس به این پسرش، به این پسر پادشاه که فرزند او نبود، فرزند پادشاه بود در یه زن دیگه، تهمت زد که این به من چشم بد داره، میخواد به من تجاوز کنه. راست اون زمان بود که هر کس بهش تهمت میزدن باید از تو آتش رد میشد، اگه میسوخت مردم میگفتن پس گناهکار بود، اگر عبور میکرد بدونی که بسوزه سالم رد میشد میگفتن این بیگناه بود. سیاوش آتش روشن کردن، سیاوش با اسبش از تو آتش رد شد رفت. سیاوش فکر کرد خب برگردم دوباره همین تهمت، همین بساط، دوباره همین، این دفعه دیگه دوباره میگن تو آتش برو، خب من ای باید برم تو آتش. گذاشت رفت پلو افراسیاب. افراسیاب برحال داستان اونو نمیخوام بگم، بعد سیاوش رو کشت، اول زنش رو بهش داد، خیلی بهش عزت احترام کرد، بعد کشت. بعد پسر سیاوش خسرونامی بود، رفتن پهلوانای ایران اونو آوردن پادشاه ایران کردن. کیخسرو یکی از بزرگترین پادشاهان قانون دان و مجری قانون ایران بود. در افراسیاب که جنگ کرد شکست خورد، افراسیاب گفت من گنجام میدم به تو. این گفت آقا تو گنجتو از راه ناحق،
تو من میشناسم تو رو، تو اینو به زور از مردم گرفتی، این پولی رو که تو به زور از مردم گرفتی، خانواده رو از بین بردی، افراد رو کشتی، از خونشون آوارشون کردی، این پول رو جمع کردی، من این پول رو نمیخوام چون این پول تو مشروع نیست. بین این اینجوریه. اون میگه چقدر چی رقمه میخوای؟ 10,000 سکه بده میخوای چی بشی؟ اختبار الملک نمیدونم دایم قائم بشی، قائم الملک مثلا فرض کنیم که امام غزالی بشی، چه هر چه هر لقبی میخوای بده، من مینویسم که تو اینی. این نهایتی بیقانونیه. ببینید ما مردم ایران باور کنید این که من میگم، میدونم خنده دار به نظرتون میاد، ولی باور کنید راستش میگم. یه فامیلی ما داشتیم، این وقتی این انقلاب شد یه روز من این دیدم، گفتش که من توی جلسه فراماسونی رو بودم، از ادبر هست و اتفاق اونجا بودم، دیدم یکی به اونکی اینطوری کرد، تموم شد رفتیم، انقلاب شد. یعنی انقدر ما از خودمون تهی شدیم که فکر میکنیم یه فراماسون رو اینطوری کنه و یه هم اینطوری کنه کشور ما از دست میره. ببینید باز من نمیدونم چرا حالا از اسطوره ها به ذهنم میرسه. جمشید پادشاه بزرگی بود در ایران، خیلی پادشاه، خیلی کارا کرد، میگن کشاورزی رو اونو به مردم آموخت، خیلی کارهای مهم در مملکت کرد، اما صدف میخواست که هم پادشاه باشه هم رهبر مذهبی باشه. در قانون ببینید مثلا در مصر فرعون رهبر مذهبی هم بود، گویا خدا بود، نمرود خدا بود، مردم میگفتن این خداست. در خیلی جاها اینجوری بود که رهبر کشور رهبر مذهبی هم بود و حتی از رهبر مذهبی هم بالاتر از اون گفتن خداست. جمشید خواستش که هم رهبر مذهبی باشه هم رهبر کشوری باشه، مردم نخواستن، گفتن آقا جمشید ما نمیخوایم، در کشور ما قانون اینه که یک نفر رهبر کشوره یک نفر رهبر مذهبیه، این دوتا مقام در یکی نمی گنجد. حتی اردشیر بابکان پدر جدش از آتشکده دارهای استخر فارس بودن، میدونی چی میگن؟ یعنی انوشیروان سردودمان ساسانی، انوشیروان بابکان یا پاپکان، این سردودمان ساسانیه، این پدر جدش مأموران آتشکده استخر فارس بودن، یعنی مقام مذهبی داشتن، ولی وقتی پادشاه شد گفت نه مقام مذهبی یک کس دیگه است، من پادشاه نمیتونی با هم قاطیش کنی. جمشید اومد پادشاه بشه، مردم نخواستنش، مردم رفتن با آجیدهاک یا ضحاک، ضحاک عرب پیغام دادن تو بیا پادشاه ما بشو. زکا از ضحاک عرب آمد پادشاه ایران شد و پدر ایرانی ها رو در برد. مثل که این داستان برای ما اتفاق و تکرار شد، مردم در اون داستان در اون اسطوره اشتباه ملی کردن. اشتباه ملی یعنی چی؟ یعنی همه دست جمعی اشتباه کردن که به ضحاک گفتن تو بیا پادشاه ما بشو. و انگار ما هم اشتباه ملی کردیم همگی که گفتیم آخه خمینی تو بیا رهبر ما بشو. منطقه اونا فهمیدن، قیام کردن، کاوه آوردن، فریدون آوردن، ضحاک گرفتن، زندانیش کردن. ولی ما تن دادیم. ببینید برای که عوض بشه من یه مثال بزنم. من بچه بودم، فکر می‌کنم که مثلا 4-5 سالم بود، 6 سالم بود، توی کوچه‌مون پشت دیوار یه سوراخ بود، اون تو دونه زنبور بود، از اون زنبورهای خرمایی درشت. بعد من در عالم بچگی و مثلا می‌خواستم خودی نشون بدم، یک دونه چیز گرفتم، یه دونه بوته جارو میگفتن، حالا من میدونم تو ذهن شما این چیزی ممکنه نباشه، یه بوته پر اینطوری سبز اینطوری کندم از زمین،
اینو آوردم جلوی این لونه زنبورا، هی چرخوندم، هی این میخورد به زنبورا، زنبورا تلپ میافتادن. منم فکر میکردم که اینو من اونقدر با سرعت میچرخونم اینا نمیتونن بیان منو بزنن. اینا میامدن که منو بزنن، ولی با اونی که میچرخوندن میخورد به این زنبورا میدن. یعنی شاید مثلا 50 تا زنبور اومدن منو بزنن، این 50 تا زنبور همه افتاده مردن، ولی یکیشون اومد منو زد. به من دیگه یکی زد دیگه، من نتونستم اونو بچرخونم دیگه، 3-4 تا دیگه اومدن منو زدن، به طوری که من اصلا حالت خیلی بسیار خطرناکی به من دست داد. منو بردن دکتر، پدرم هم نبود، خونه مادرم یادم، یعنی گفت زود ببریمش دکتر، این پدرش بیاد مثلا میگه چرا اینجوری شد، فلان شد. هم منظورم اینه که اون زنبورا از لونهشون دفاع میکنن، جونشون میدن. یکی از دیگر زنبورا زنبور عسله، زنبور عسل لونش توش عسله. خیلی حیوونا میخوان این غذا رو بیان، غذای آماده رو بیان بخورن. خیلی زنبورای دیگه، حیوانای دیگه، نمیدونم حیوانای کوچیک و بزرگ و اینا میخوان این عسل بیان یه جوری از اینجا بدوزن. زنبور عسل یه سری نگهبان دارن. اون نگهبانا وقتی یک مهاجمی حمله کنه میرن، اون مهاجم اگه جسش 100 برابر اونا باشه میرن میزننش، حتی یک آدم باشه. اون زنبورا میبینه این آدم گنده است، نمیتونه آدم رو بخورن یا بکشن که، ولی میرن اینقدر نیشش میدن تا فرارش بدن، و ممکنه موسط این کار کشتن میشن، ولی جونشون رو میدن. برای چی؟ برای که یک گروه هن، یک بابستن، یک هر کدوم خودشو عضوی از کل میبینه. حالا این ما ایرانی ها چطوری؟ یک کسی نوشته که با همون لحن قدیمی، اینو من یک چهارخواری و خواهری داشتم که رئیس نویسندگان شورای نویسندگان رادیو تلویزیون در زمان آقای قطبی بود، ایشون برای من تعریف کرد، گفت من یه جا خوندم که نوشته فردی ما 4 نفر بودیم، از راهی می همین گذشتیم و که مغولی بر ما رسید، بانگ بر ما زد که بمانید من روم و شمشیر آورم و سر شما را جدا نمایم، باور کنید که من یک بخ بگریختم با آنسه بماندند. یعنی یارو میگه با 4 نفر بودیم، بغله رسید، گفت شمشیر میارم، وایسید شمشیرم بیارم، من یکی فرار کردم، اون ستا وایسته دارم تا بغله شمشیر را اوه کل اونا رو زد. ببینید ما اینجوریم. ببینید خانم آقای، یه سری مردم هستن که اینا مثلا فرض کنیم که در تلاش و معاشن، بذارید در تلاش و معاشن، یعنی زندگیشون سخت میگذره، مثلا فرض کنیم که ماشینشون ای ترمزش خراب میشه پول ندارن ببرن درست کنن، باید مثلا دو روز 5 روز نهار نخورن یا مثلا سختی بکشن تا یه پول جمع بشه برن یه جایی مثلا ترمز ماشینشون رو درست کنن، یا برن مثلا سر خیابون از اینه که کنار خیابون وایسادن ترمز رو بخرن بیان بگن آقا تو رو خدا 20 دلار رو هم بگیر این ترمز رو درست کن. یا مثلا فرض کنید که ای خانمشون میخواد بره مثلا یه روز ببرنش مثلا نهار رستوران، میگه نه خانم جون بریم اینجا یک ساندویچی میخریم فست فود ما رستوران چی خکه اون تمام میشه بالا میشه. اینا ندارن. اونی که نداره فکر اینه که زندگیش رو تامین کنه، مثل بسیار مردم ایران داخل ایران. ولی یه سری آدم ها هستن که از این مرحله گذشتن، یعنی اگر مثلا خرجشون در ماه مثلا به اندازه ایکسه، درآمدشون ایکس و نصفیه، یعنی نصف ایکس اضافه دارن. این نصف ایکس رو که اضافه دارن میتونن گاهی برن مسافرت، میتونن گاهی مثلا مبلاشون رو عوض کنن، میتونن گاهی ماشینشون رو عوض کنن، از این کارا بکنن. خب اینایی که دستش، اینا رو به فارسی میگن دستشون تو جیبشون میره یا دستشون به دهنشون میرسه، اینایی که دستشون تو جیبشون میره یا دستشون به دهنشون میرسه، دو گروه هم. یک گروه همش فکر همون ماشین هم قشنگ‌تر باشه، براق‌تر باشه، مبلام شیک‌تر باشه، یه کار کنم خونه بزرگ‌تر بگیرم، یه کار کنم کفشام فلان جور باشه، پیرنم فلان جور باشه، پسرم اون جوری باشه، تو این ماین. اما یه سری هستن که غم دیگران رو می‌خورن.
غم دیگران میخورن، غم هموطناشون میخورن، غم دیگر مردم دنیا رو میخورن، غم مردم سوریه رو میخورن، غم مردم عراق میخورن، غم میخورن که چرا کره زمین داره داغ میشه، غم میخورن که چرا یه جای خشکسالی یه جا بارون زیاد میاد، غم میخورن چرا ذخیره نفت دنیا تونتون داره مصرف میشه. ضمن همه این غم ها، غم کشور خودشون هم میخورن. غم سر چرا مردم من زیر دست خمینی افتادن، زیر دست خامنه ای افتادن، چرا مردم ما اینجوری از حق آزادی محرومن؟ اینجور آدم ها تعدادشون کمه. اجازه بدید که من یک چیزایی رو اینجا گذاشتم به عنوان زنگ تفریح، که چند جلسه ما از زنگ تفریح غافل شدیم. این عکس‌ها رو ببینید، این البته جوک نیست، واقعیته. ببینید این چیه؟ این یک کن قوطی پپسیه، روش نوشته به فارسی، نوشته به حروف فارسی پپسی. حالا این کن اگه این رویش رو پاک کنیم، میبینید این شکلیه، این رویش پاک شده، اینجا یه مارک یه چیز دیگه است. اگه همش پاک کنید نوشته آبجوی هاینکن. در عربستان مردم آبجوی هاینکن آوردن، روش مارک زدن پپسی کولا، و در نتیجه قوطی های آبجو رو با پوشش پپسی وارد کردن. اینا توی مرز گرفته شده. حالا خب این که توی مرز گرفته شده، لابد صد دفعه این محموله شبیه این رفته توش دیگه، رفته توی عربستان سعودی دیگه. آخه ملک سلمان، آخه مردم اینطوری یواشکی اون پشت رفتن توی خونهشون یه جای قایم شدن یا آبجو میخورن، به تو چه مربوطه؟ گفته خدا این کار غلطه، با میخوایم تنبیه کنیم. آخه مگه خدا علیله؟ مگه خدا ضعیفه؟ مگه خدا شله؟ مگه خدا کوره؟ مگه خدا کره؟ آخه تو کی هستی که میخوام به جای خدا تصمیم بگیری؟ این مجله تهران نوشته، کمی بخندی. بسیجه میره داروخونه، میخواد دکتر رو دست بندازه، میگه شربت شهادت داری؟ دکتر هم کم نمیاره، میگه نه، اون برای اوائل انقلاب بود، الان فقط شیاف ولایت داری. توی دادگاه قاضی اعلام کرد این آقا با چکش زنش رو کشته و به اعدام محکومه. یه مردی از توی جمعیت بلند شد، به متهم گفت توف تو صورتت بیاد بی شرف. قاضی گفت آقا بشین سر جایت، به شما چه مربوطه است؟ یارو گفت دو سال همسایه‌شم، هر دفعه میگم چکش داری میگه نه. حالا با چکش زنش کشته. در ایران مردی که قصد خودکشی داشت به بالای سخره بلندی رفت، تنابی به گردن انداخت. خب در تناب به گردن انداخت یعنی خودشو دار بزنه، وان را به سخره بست، مقداری سم خورد که با سم هم خودشو بکشه، خود را آتش زد و پرت کرد، در همان حال به سر خود شلیک کرد، تیر به خطا رفت و تناب را قطع کرد. مرد که از حلق آویز شدن نجات یافته بود به داخل آب افتاد و آتش خاموش شد. خوردن آب دریا باعث شد استفراغ کرده و سم از بدن او دفع شود. ماهیگیر او را دید و از آب زنده بیرون آورد. مرد به بیمارستان تأمین اجتماعی منتقل شد و در آنجا
به علت نبود امکانات درگذشت. عاشق فرهنگستان و زبان ادب فارسی هم. میدونی چرا؟ یعنی میگه من عاشق فرهنگستان و زبان و ادب فارسی هم. میدونی چرا؟ معادل فارسی ایمیل رو گذاشته پست الکترونیک، در حالی که نه پست فارسیه نه الکترونیک. به ما میگن بیل گیتس و زاکربرگ هم از دانشگاه انصراف دادن ولی موفق شدن. بابا میگه که نکبت، اون از دانشگاه هاروارد انصراف داده نه از دانشگاه پیام نور و گوزاباد. من مثلا این ببخشید برد اینجا اونه. من تصمیم گرفتم تعطیلات تابستون برم همه جا رو بگردم، زیر فرش، زیر تخت، پشت یخچال، شاید یه پولی چیزی پیدا کردم. نخند، از بیکاری که بهتره که. بدرقه کردن شوهر در فرهنگ ملل امریکایی. عزیزم امیدوارم روز موفقی داشته باشی. انگلیسی، عزیزم برای نوشیدن چای عصر بی‌صبرانه منتظرتم. فرانسوی، عزیزم تمام روز به فکرتم تا برگرد. ایرانی، داری میبینی این آشقالا رو بذار دمه در، آشقالا یارد نره، هوی آشقالا رو ببر. یکی از فانتزیام اینه که پلیس توی ایست بازرسی ماشینمو نگه داره، بگه اسم، بگم عباس، بگه فامیلی چیه، بگم عباسی، بگه از کجا میای، بگم از عباس آباد، بگه کجا میری، بگم بندر عباس. پلیس شاکیشه، بگه احمق منو سر کار گذاشتی، بگم نه به حضرت عباس. اینم عملیات تهران بود البته. یک آقای مقاله نوشتن در ایرانیان، ایرانیان مجله که در واشنگتن چاپ میشه، آقای تقی مختار خانومشون شورای عاصمی این مجله آبرومند یا روزنامه آبرومند رو اداره میکنن. یه آقای به نام کیوان حسینی، این آقای کیوان حسینی هستن. فکر کنم اگه نمیگفتم شما از قیافه‌شون میفهمیده که ایشون کیوان حسینی هست. تیتر مقاله اینه که آیا دونالد ترامپ فاشیست است؟ حالا اون طنز قبلی رو خوندم، من بگم ببینید، بارها گفتم، بارها میگم، لغات عربی وقتی میامدن توی فارسی زبان فارسی رو خراب میکردن، چون با خودشون قانون و قاعده فارس عربی رو باید میوردن. یعنی اگر مثلا 80 سال پیش، 100 سال پیش یه نفر میخواست فارسی رو درست بنویسه یا درست حرف بزنه، باید میرفت صرف نحو عربی رو یاد میگرفت. اما خانم آقا اون لغات فنی رو که عوض نمی کنن که. شما سیلندر و پیستون رو میخواید چی بذاری به جاش؟ یارو پنیسیلینی کشف کرد اسم میکنش پنیسیلین. آقای محمد زکریای رازی هم الکل رو کشف کرد اسم میکنش الکل. این اسم همیشه میمونه، تلفنی که نمیتونی عوض کنی که. یه سری لغات فنی هست که هر روز هر ساعت این لغات جدید در میان بیرون. این لغات مشترکن بین همه زبان ها، هیچ لزومی نیست این عوض کنی. کامپیوتر، کامپیوتر تو همه دنیا، پنسلین، پنسلین تو همه دنیا، سی تی اسکن، سی تی اسکن. لغات فنی مثلا فرض کنید که لغات هواپیمایی، همه یه لغاتی است که بین المللیه، نمیتونی عوض کنی. میگه هواپیما میخواد تیک آف کنه، یعنی سرعت زیاد شده ولی میخواد بره بالا. شما تیک آف رو چی میگی؟ بلند شدن. ببینید، من میگم ما خودمون که
خوبات شما رو میگم خودم. خودم که جزو گروه عقب مانده ایم در ایران، از اون کشورهایی که جلو افتادن یاد بگیریم. سوئدی ها که جارو برداشتن لغات خارجی رو از زمانشون جارو کنن که ما برداشتیم، برگردیم به آقای کیوان حسینی. من البته همش که نمیشه خون که یک مهمترین کسانی که در چند روز اخیر ترامپ را فاشیست خانده یک جمهوری خواه نو محافظه کار یا همان نوکان است به نام مکس بوت که در حال حاضر در کمپین مارکو روبیو سمت مشاور نظامی و سیاست خارجی رو دارد. یکی دیگر از محافظه‌کارانی که اخیراً این اصطلاح را استفاده کرد جان نونان مشاور امنیت ملی روش است. او نوشت ثبت نام شهروندان سراسر امریکا بر اساس هویت مذهبیشان فاشیسم است، نیاز به بحث هم ندارد. آخه آقای حالا میخونیم، بذاریم بخونیم همش، بعد هم با هم صحبت کنیم. او کمپینش را، یعنی دونالد ترامپ، کمپینش را با اظهارات نظرهای خبرساز درباره مکزیکی‌های شروع کرد که به امریکا مهاجرت میکنند. ترامپ گفت که بسیاری از این مهاجران متجاوز و خلافکار هستند که با خودشون مواد مخدر و جرم جنایت می آورند و همون روز اول گفت اگر رئیس جمهور بشم همه 11 میلیون مهاجر غیرقانونی امریکا را به کشورهایشان برمیگرداند و بین امریکا و مکزیک دیوار میکشند. برای مسلمانان این کشور کارت شناسایی ویژه صادر خواهد کرد و او همچنین گفت که مسلمانان را مجبور خواهد کرد که تا این کارت شناسایی را با خود حمل کنند. ترامپ که به خاطر این حرفا حسابی زیر حمله بود، در یک مصاحبه علیه مسلمانان و به طور مشخص عرب‌ها گفت که بعد از حملات 11 سپتامبر در نیوجرسی عرب‌ها در خیابان پایکوبی کردند و این بار بسیاری از کسانی که این حرف را دروغ می‌خواندند به او حمله کردند. اما ترامپ در پاسخ گفت با چشمای خود دیده که هزاران هزار، ببین توجه کنید عددها، هزاران هزار بعد از حملات 11 سپتامبر در خیابان جشن گرفتن. وقتی حملات اوج گرفت او به گزارشی از روزنامه واشنگتن پست اشاره کرد که بعد از حملات 11 سپتامبر منتشر شده بود و در آن روزنامه نگاری به نام سرگئی کووالسکی نوشته بود که بعد از این حملات پلیس چند نفر را که همزمان با حملات در حال پایکوبی برای پشتوبان بودند دستگیر کردند. ترامپ بخشی از این گزارش را به عنوان سند ادعایش در چندین سخنرانی خواند. اما کووالسکی، یعنی همون گزارشگر که اکنون برای نیویورک تایمز کار میکند، ادعای ترامپ را رد کرد و گفت دستگیری چند نفر به معنای جشن خیابانی هزاران هزار نفر نیست. ترامپ در آخرین سخنرانیش به سرگئی کووالسکی اشاره کرد، گفت باید این بابا رو ببینید. ای بابا مقاله میشه باید این بابا رو ببینید یعنی چی؟ و بعد ادای او را درآورد و به شکل مسخره‌ای دستهایش را در هوا تکان داد. در واقع اشاره ترامپ به معلولیت این روزنامه نگار بود. حالا این سوال به سرعت بیشتری در رسانه‌ها تکرار می شود، آیا ترامپ واقعا یک فاشیست است؟ کسی که علیه خارجی ها موازه تون دارد، علیه زنها اظهار نظرهای خبرساز داشته، می خواهد مسلمان ها را به شکل کاملا تبعیض آمیز از بقیه جدا کند و زیر نظر بگیرد و در پاسخ به یک روزنامه‌نگار منتقد معلولیت او را به مسخره می‌گیرد. کجای عرضه سیاست امریکا جای می‌گیرد؟ چه چیز در حزب جمهوری‌خواه با آنچه او می‌گوید می‌خواهد همخوانی دارد؟ ببینید
البته در امریکا مثل ایران، مثل بسیار کشورها، معمولا یک اکثریت خاموش هستند که اینا در روز اول اظهار نظر نمی کنند، سر صدا نمی کنند. در روزهای آخر که انتخابات داره انجام میشه، اینا میان به صحنه رأی میدن و اون اکثریت خاموش به باور من هیچ وقت به آقای دونالد ترامپ رأی نمیدن. ولی حالا بگذاریم و ایشون بیاد انتخاب بشه. ایشون الان گفته من مسلمان ها رو میخوام جدا بشن. یک زمانی در بلژیک، بله زمان در بلژیک بود، حالا در یکی از اون کشورهای اون منطقه که تحت اشغال هیتلر در آمده بود، هیتلر مجبور کرد مردم اون کشور رو که هر کسی که یهودیه یک بازوبند به بازوش ببنده یا مثلا یه نوار بزنه، خلاصه یه علامتی بده روی بدنش که وقتی تو خیامون را بره همه بفهمه این کلیمیه. در اون کشور همه مردم اون علامت رو زدن به خودشونه، نه یک بازوبند سیاه بود، از فردا همه مردم بازوبند سیاه زدن، پادشاهشون هم بازوبند سیاه زدن. ببینید، یعنی هیتلر میگفت من میخوام یهودی ها مشخص بشن، جدا بشن، ولی مردم دوست نداشتن این اتفاق بیفته. اون مردم گفتن تبعیض نژادی ما نداریم تو کشورمون، ولذا چون اون مجبور کرده بود که اونا بازوبند سیاه بزنن، همه بازوبند سیاه زدن که هیچ کس معلوم نشه که کلمه تو خیابون را بده. ولی حالا زمانه امروز با اون زمان فرق کرده. اگر این آقای ترامپ بیاد و مثلا بخواد که مردم رو مشخص کنه، من اخیراً در یه بیمارستان رفته بودم چکاپ، اون یارو که با من میپرسید هیچ وقت تا حالا من این پایین سوال برخورد نکرده بودم، پرسید تو کاتولیکی، بپتیستی، چیه، مذهب چیه؟ من گفتم که من نه به موسی، نه به عیسی، نه به محمد به هیچ کدوم اعتقاد ندارم. اگر خدا بخواد یه چیزی به من بگه، به من خودش مستقیم میگه. یه نمیخواد یک نفری که زبانش با زمان من متفاوته، 1400 سال پیش یک کتابی نوشته، بیاد به من بگه آقا من هرچی میتونستم حرفا خداست اجرا کن. اینو قبول ندارم. حالا من نمیدونم اون تو برگه برابر نوشتن مسلمان یا نوشتن، تو من نوشتم از پدر و مادر مسلمان به دنیا اومدم دیگه. حالا معلوم نیست آقای دونالد ترامپ هم بیاد بگه آقا هرچی پدر مادر مسلمان به دنیا اومده مسلمان. من پیش خودم فکر کردم که اگه من بگن تو مثلا مسلمانی، باید مثلا یک چیزی به یخت بزنی که من مسلمانم، یا کارتتو اینجا آویزون کنی کارت مسلمانی، من چیکار کنم؟ همینطور که فکر میکنم چیکار کنم، گفتم بگم من تو تلویزیون برعلی اسلام حرف میزنم، نه اونه که نمیان بشینن گوش بدن که. گفتم توی رسانه ها برعلی اسلام مینویسن، اونه که نمیان رسانه های ایرانی رو بخونن دیگه. بالاخره یه روز به فکرم افتاد، گفتم که این مجله بیداری به مدیریت آقای سیاوش لشکری یک ستونی درست کرد، گفت جدا شدگان از اسلام، و منم جز اون جدا شدگان از اسلام اصلا اون توه. پیش خودم گفتم من اون شماره مجله رو در میارم، میدنم ترجمه میکنم، میدم ترجمه رو مهر بزنن که این ترجمه برابر اصله، میام آقای ترامپ من ببین به موجب این مدرک من از اسلام جدا شدم دیگه، تو نمیتونی به من میگی مسلمانی دیگه، اونجا نمیدونم چی میشه دیگه. بله آقای هادی خورسندی یک شعر گفتن، من چند خط از این شعر ایشونو براتون میخونم. یوسف گمگشته پیدا شد در آلمان، غم نخور، گفت دیگر بر نمیگردم به کنعان، غم نخور. خانم مرکل اگر یک خورده باشد بعد حجاب، ای برادر بابت ناموس ایشان غم نخور. در منا وقتی به شوق کعبه خواهی زد قدم، کرفتاجی چون تاپاله ای مسلمان غم نخور. یا اگر افتاد در مسجد به روی جر سقیل، چون تو را بر لطف حق شکر است و ایمان غم نخور. در جوار حق تلف گشتی مقدس آرزوست، گر که حاجی کشته شد در عید قربان غم نخور. این هم از آقای هادی خورسندی، همون شعر خط اولش خیلی قشنگه. یوسف گمگشته پیدا شد در آلمان،
غم نخور، گفت دیگر بر نمیگردم به کنعان خاک. بیچاره مردم سوریه، من میدونم ما ایرانی ها همون که از ماهیت خودمون برگشتیم، همون که از این نیاکانمون بودن برگشتیم، یه مقدار نجات پرست شدیم. فکر میکنیم مثلا اگه به همسایه عربمون فوش بدیم با بزرگ میشیم. این نیست، اونا مثل ما انسانن. سوریه اصلا عرب نبوده که، عرب فقط مکه و مدینه و نجد و اونجا حجاز و اینجا عرب بودن، از اون منطقه بیرون کسی عرب نبوده. مصری ها قبطی بودن، لبنانی ها فنیقی بودن، هر کدوم یک ملیت، یه زبان، یه ادبیات، یه فرهنگی داشتن. اینا در نظر هجوم اسلام، هجوم عرب های به اصطلاح مکه و مدینه، اینا همه زبان و فرهنگ و همه چیزو از دست دادن. ما باید افتخار کنیم که زبانمون حفظ کردیم، فرهنگ و آدابمون رو حفظ کردیم. و اگر مردمان سوریه در این فشار خرد کننده خرد شدن، زبانشو از دست دادن، ما نباید بهشون توهین کنیم، ما باید دلمون براشون بسوزه. ما اونا دو جور بهشون ظلم شده، هم به زور گفتن مسلمان بشید، هم به زور عربشون کردن. ما یه ظلممون شده، به زور گفتن مسلمان بشید، دیگه ما را نتونستن عرب کنن. خب اینا انسانه، اینا کشورشون قتل و غارت، مدرسه ها بسته میشه، کارخونه ها تعطیل میشه، مزارع تعطیل میشه، برق قطع میشه، دانشگاه بسته میشه. خب اینا باید برن، بابا من اونجا چیکار کنم؟ تو کشور ما همین وضع به یه شکل دیگه ایست، بعضی نقاط خوشتالی و شدیده که مردم روستاها ول میکنن برن. برای چی بمونه؟ وقتی آب نیست، وقتی بارون نیست، وقتی قنات خوش شده، وقتی چا آب نمیده، بگن اونجا بگن چند منه، میرن سوریه ها میرن. چرا ما بدیشونو میخواییم؟ اگر 10 تا سوریه یه باند تشکیل دادن، داعش رفتن توی پاریس 120 نفر آدم کشتن، به این بدبختی که دانشجوی که اینجا کارش رو کرده رفته اونجا میخواد زندگی خوبی داشته باشه، چرا به این وضع میکنیم؟ آخه شما ببینید این مهاجرا رو، عکساشون رو ببینید، همیشه این عکسا رو اگه دقت کنید، لباساشون رو ببینید، میفهمید که اینا چی هست. مثلا در اون تظاهراتی که اومدن 3 میلیون در ایران گفتن موسوی، یه چیزی گفتن حسین حسین موسوی، میر حسین میر حسین، یه این شعارهایی دادن، پرچم سبز آوردن و نمیدونم دستبند سبز گذاشتن و شاهزادن دستبند سبز گذاشتن. بود به نظر من کار بدی هم نکرد، چون از خواسته مردم پیروی کرد. هیچ کمربند دستبند سبز گذاشتن هیچ معنیش که نیست که من دیگه هیچ وقت پادشاه قبول نمی کنم بشم. همیشه شاهزاده گفته اگه مردم بخوان من پادشاه میشم، هیچ وقت نگفته من حتما پادشاه هم. این یکی از بزرگی هاییشونه، تکرار میکنم، هیچ وقت نگفته من پادشاه هم حتما باید من پادشاه بشم. طرفدارانش میگن، میگن آقا شاه که استعفا نداد، این ولیعهد بود، ولی بعد شاه که ما رو پادشاه دادن، اصلا علازت رضا شاه دوم. این نیست عزیزان من. آخه ما چرا دنبال حقیقت رو میکنیم، دنبال رویا میریم؟ چه شده بر ما ملت ایران؟ چه شده که ما جمشید و بل کردیم، رفتیم ضحاک آوردیم و خودمون حاکم کردیم؟ چه شد محمد رضا شاه رو گذاشتیم کنار، رفتیم خمینی رو آوردیم و خودمون حاکم کردیم؟ چه شد که همش میگیم کارتر، جیسکار دستکن، نوردین کیانوری، رجوی؟ بابا پا ما چی کاره بودیم؟ یه مطلبیست آقای ماشاءالله رزمی نوشتن، آقای ماشاءالله رو قیافه شده نوشتن، ماشاءالله شاه
شکل یاران هیتلر. حالا ببخشید ما، من یه تیکه نوشته ایشونو میخونم. به قول یه دوست داریم آقای شاهین نژاد، میگه باید وسط سفیدی های خطار خون تا واقعا فهمید. یعنی منظور اینه که باید آنچنان دقت کرد اون چیزی رو که ننوشتن اونا رو هم فهمید. از این تو در دهه آخر سلطنت محمد رضا شاه پیدایش کرم ساقه خار برنج در گیلان و کرم پنبه خار در دشت گردان که از پیامدهای استفاده از بذرهای واردی بود با تئوری توطئه توضیح داده شد. ببین ما همیشه تئوری توطئه میدونیم دیگه. یعنی مثلا آقای دایجان آپلان نسترنش که شکسته بود میگفت این حتما کار انگلیسی هست. حالا کرم ساقه خار اومده بود میدونم این میگیم این کار این کار خارجی هست. در دهه 70 میلادی در ایران جنرالان چپ بسیار فعال بودند و جو عمومی ضد امپریالیستی و ضد امریکایی بود. پیدایش این آفتهای کشاورزی نیز به امریکایی‌ها نسبت داده شد و حتی کسانی ادعا کردند که با چشم خود دیدند که یک امریکایی ماشین خود را کنار مزرعه برنج نگاه داشته و یک قوطی پر از تخم کرم ساقه خار برنج را در شالیزار ریخته و گریخته است. پیدا شدن قوطی‌های خالی کنسرو امریکایی در کنار دریا مدرک این عمل خرابکارانه معرفی می شد. این داستان چنان رونق گرفت که بعد از انقلاب یک فیلم سینمایی هم بر پایان ساختن. حالا همین شاید چند سال پیش، شاید 90 سال پیش بوده، یک مأمور انگلیسی اصرار میکنه به یه مأمور امریکایی که بریم سقاخونه رو ببینیم. چرا بریم سقاخونه رو ببینیم؟ سقاخونه میگن آب شفا میده و بریم اینو ببینیم و تو ازش عکس بگیر. ماجور امبری مأمور امریکایی به توصیه دوستان انگلیسیش، دوستانی که سفارت انگلستان کار میکردن، پا میشه بره اونجا عکس بگیره. حالا ببینید، من نمیگم، باز شما رو نمیگم، باز به من فوش نهی بگید خر خودتی. من آره من، ما مردم این تو مریض شده، میگم ما نمیگم شما، مریض شده، باور میکنیم که یه سقاخونه، سقاخونه نمیم شما میدونید یا نه، سقاخونه یه بشکه آبه گوشن توی مثلا توی دیوار یه جاسازی کردن، یه بشکه آب اون تو گذاشتن و چند تا لیوان بهش آویزونه. این سقاخونه اون موقع تو تهران خب رو از اینجا پیاده میرفته اونجا پیاده اونجا وسط را تشنت میشد دیگه. بعد من مردم گفتن ثواب داره، وسط را یه سقاخونه میذاشتن، یه مثلا چیزی میذاشتن، یه سری نظم میکنن که آب میریختن اون تو، مثلا پول میدادن به اون سقایی که مشک آب به دوششون بوده، مشک آب به دستشون اینجوری نبود، مثلا حضرت عباس مشک آب یک چیزی این و اینجا بود، یک چیزی اینجا، مثلا خانمایی که کیفشون اونجا بودن که از اینجا میبرن اینجا، اونجوری بود. این مشک رو میبردن خالی میکردن، مثلا فتخی نفر آدم خیری بود گفت آقا مثلا من یه دلار میدم دو دلار میدم این مشک آب خالی کن تو این سقاخونه، یکی هم میگفت آقا من یه دلار دو دلار میدم یکی که یخم بنداز توش. بیش از این چیزی نبود، مثل آب سردکنه که همه جا هست، اون تو آب سردکنه بهداشتی اینجوری فشار میدی آب قلقل میاد تو دهنه، اونو بهداشتی هم نبود، همون لیوانو برمیداشتم من میخوردم قلقل قلقل میداشتم اونجا یکی دیگه میامد ممنون میخورد گیری هم همونو میخورد. چه بسا ممکن اون یه بیماری هایی سرایت کنه از این راه. حالا هرچه که بود، آخه عقل سلیم فکر درست باور میکنه یه نفر کوری بیاد اونجا بینا بشه چشش واز بشه؟ من نمیدونم این راست یا دروغه. آخه خیلی چیزا مثلا بزرگانمون یه سری کارهای جالبی کردن، یه سری هم بهشون نسبت میدن، حالا نمیگم کی، میگم یه نفر اومد و همون جا دید که یارو گفت آه بیدار چشم باز شد آخ دیدم طرف گفت ببینم
این پیراهن من چه رنگیه؟ گو قرمزه. گو مرسی که خط تو که تا حالا کور بودی از کجا میفهمی این قرمز؟ این قرمزه. تو که رنگا رو نمیشناختی که، تو که ندیده بودی قرمز و سبز و آبی رو که، پس تو دروغویی، کور نبودی، خودت زدیر کوری اینجا اومدی چشتی دوبار کردی که مردم خر کنی. حالا سقاخونه چجوری میشه که مثلا فرض کنی آب بخوری پات فلج خوب بشی را بیفتی، چشات کوره را بیفتی، نمیتونی حرف بزنی، آب میخوری حرف میزنی. دروغ دیگه، این مردم اشتباه میکنن دیگه. خب ببینی این نگید اونا خر بودن ها، اونا همون اجداد ما بودن، ما از نسل هموناییم. ما اگر خودمون رو اصلاح نکنیم ما مثل اوناییم. ما اگر اراده نکنیم که شجاع باشیم، اراده نکنیم که بفهمیم، فکر کنیم، بفهمیم، گول نخوریم، اراده نکنیم که به چیزهای خوب گذشتمون افتخار کنیم، همین چیزها ما رو به مسخره میگیرن. برای که رسوبای مسکو، رسوبای مکه، رسوبای خود بزرگ بینی نقضشون خراب کرده. حالا این کرم ساق خار و فلان هم اینه گیاه ها مریض میشن، تلوتودون یه اینا رو امریکایی ها بردن ریختن اون تو. مثل اینکه الان رژیم اسلامی میگه مثلا چند سال بیش تو اروپا سیل اومد خیلی، یه آخونده رفت گفت اونجا چون مردمش لباس خانمهاشون لباسشون بازه این بارون اومد. یه شاعری این شعر گفته بود، من گوش میدادم خیلی قشنگم دکلمه میکرد، گفتش که اونجا که خیلی لباساشون بازه که این همه بارون میان، ایران هم که لباساشون بسته است اصلا بارون نمیان. پس این لباس یه کمی ایرانی ها خانمها یه ذره لباسشون رو باز کنن، یه ذره سر بدنشون نشون میدن، یه ذره بارون اینجا بیاد دیگه. بعد آقای علی اکبر گنجی، اکبر گنجی دیگه، علی نداره، اکبر گنجی که معرف حضورتون هستن دیگه، ایشون از ایران سه ماه اعتصاب قضا کردن، بعد از سه ماه سر و مر گنده اومدن و خارج. امریکا هم یه دفتر برشون گذاشت، یه حقوق گذاشت، نمیدونم یه تحقیقات و فلان ریسرچ میکنن، تحقیق میکنن، وضعشون هم خوبه. ولی مقاله نوشتن، ولی مقاله شون میخونم. بنجامین نتانیاهو در یک کنفرانس بین المللی با حضور سفیر فرانسه در تل‌آویو در مسلمانان را به حیوانات خطرناک تشبیه کرد و گفت حیوانات وحشی از میان مسلمانان در شهرهای ما حضور دارند و باید به صورت متحد، به صورت متحد آنها را شکست دهیم. آنها همان پیروان افرادگرای اسلام هستند. بن کارسون کاندیدای جمهوری خواه ریاست جمهوری امریکا در روز 13 نوامبر خواستار اقدام کنگره برای ممنوعیت ورود پناهجویان از کشورهای خاورمیانه به امریکا شد و گفت که ما باید این موضوع را به رسمیت بشناسیم که جنبش جهانی اسلامی یک تهدید موجودیتی است. حالا علی بنداهان معاون وزیر دفاع اسرائیل فلسطینی ها را حیوان خوانده است. رافائل اینان سرپرست نیروهای مسلح اسرائیل و وزیر دولت های مختلف آن کشور فلسطینی ها را سوسکای گیج و منگ داخل بطری نامیده است. آخام یکور برین گفته است که 1 میلیون عرب حتی به اندازه یک ناخن یک یهودی ارزش ندارند. ایلت چاکت وزیر دادگستری اسرائیل کودکان فلسطینی را مارهای کوچک قلمداد کرده است. خب شما از این چی برمی‌داری؟ چه برداشتی میکنی؟ من برداشتی که از این موضوع میکنم
دلم میسوزه برای این مقامات اسرائیلی، دلم میسوزه که چرا با این لحن بد حرف میزنن، چرا بلد نیستن در محبت صحبت کنن، چقدر بلد نیستن بگن آقا شهروندای عرب کشور ما آدمای خوبی هستند، اینا رو تحریک میکنن دیگران. نمیتونن اینا بگن تقصیر خود ماست، سران اسرائیل نمیتونن بگن تقصیر خود ماست. ببینید یک آقای در ایران بودن، ایشون اسمشون بود حاج حبیب الغانیان، کلمی بودن، یکی از بزرگترین انسانهای بود که من میشناختم. من نزدیک ایشون هیچ وقت ندیده بودم ولی با کاراشون آشنا بودم. کارخونه های مختلف در ایران زدن، از جمله پلاسکو، کارخونه مختلف در ایران زدن و هر کسی آشنایی کوچکی با ایشون داشت دوچار مشکل میشود کمک میکردن. رژیم اسلامی ایشون رو اعدام کرد، از اتهاماتش یکی این بود که تو اسرائیل حساب داره. من گفتم خب یک کلمه تو اسرائیل حساب داره، این چه شما همتون تو سوریه حساب داری؟ گفتم ماشین بنز گران قیمت، خب داشته باشه، من دزدی کرده، ما افتخار میکنیم یه ثروتمند ایرانی اینقدر پول داره که اینا به مردم میشه یه ماشین بدن. به هر حال بی خود بی جهت آقا رو کشتن. من اشکام در اومد اون موقع وقتی این خبر رو خوندم. آقای ثابت پاسال یک بهایی بودن، اومدن تلویزیون در ایران درست کردن قبل از اینکه دولت تلویزیون درست کنه. خب ایشون باعث افتخار بنده است، باعث افتخار منه به عنوان یه ایرانی که بگه که هموطن بهایی من اومده از جیبش در آورده تلویزیون درست میکنه. تلویزیون که درست میکنه که روش ننوشته که فردا گرگر پول برات میاد، که فردا باید گرگر پول خرج کنی، چون کارمند میخواد، نمیدونم برق میخواد، جا میخواد، فلان میخواد. ولی ایشون این کار کرد، اینا باعث افتخار ما هستن. پس ما نباید نجات پرستی کنیم، نباید بگیم یهودی ها بدن، نباید بگیم بهایی ها بدن، اینا همه خوبن. اتفاقا باور کنید که تو ایران که بودیم یهودی ها، بهایی ها، ارمنی ها، آسوری ها، زردشتی ها، همه شون از ما مسلمان های شیعه بهتر بودن. باور کنید که عبره بلغارین ها میاندین که بگیریم، اونا همه از ما ها بهتر بودن. حالا سران اسرائیل اینقدر خودپرستن، اینقدر نجات پرستن، من نمیم چرا چی بگم. من فقط براتون یه چیز میگم، من یه شرکتی کار میکردم تو ایران، با همه هم ندارم، کسی به هم پول نمیده، خرطی هم نداریم. شرکتی بود به نام شیمیکار و این شرکت نمایندگی یک بعضی کمپانی های اسرائیلی رفته بود، تکنسیان های اسرائیلی میمدن تو ایران کار میکردن. یکی از اینا یکی بود اسمش گومن بود، یکی اسمش الیاس بود. خوب توجه کنید این چی میگم. آقای گومن به من گفت مینوی این الیاس عربه ها، مینوی این الیاس عربه ها، یعنی این درست کلمیه، درسته که شهروند اسرائیله، درسته کارمنده همون کمپانیست که منم همون جا کارمندم، درسته که من این یه رئیس داریم از اونجا اومدیم، از یک کمپانی اومدیم، درسته که هر اون برای یک کمپانی کار میکنه، اما من اسرائیلم، این عربه. شما آقای نتانیاهو وقتی که به مسلمان ها تو کشور تو اینطوری نگاه میکنی، معنی اونا واکنش نشون میدن. آقای یه ذره محبت کنی. در ایران یک آقای نوریزاد رفت پای یک بچه، پسر بچه 4-5 ساله بهایی رو بوسید، عکس انداخت روزنامه، با این کارش سمبولیک نشون داد من بهایی ها رو دوست دارم، تو این کشور من نباید با این بهایی ها قبلی رفتار بشه. آقای نتانیاهو این کارا، اینجور کارا بکنی، هم بگی اینا مارمولکن درست میشه؟ خب شما بگید به اونا مارمولک، اونا به شما میگن عقربی. شما بگید سوسکن، اونا میگن شما عنکبوتی. نوشته که
شهیر شهید سالس نوشته که آیا میتوان داعش را شکست داد؟ همه این تیکایش میخونم. هدف دیگر این عملیات وادار کردن دولت‌های غربی به نشان، یعنی داعشی‌ها در این کار میکنن، هدف این کار داعش یعنی این ترورهایی که میکنن. هدف دیگر این عملیات وادار کردن دولت‌های غربی به نشان دادن واکنش‌های امنیتی شدید نسبت به مسلمانانی است که در غرب زندگی می‌کنند، در حالی که زمینه‌های تبعیض و محرومیت در برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه نسبت به مسلمانان وجود دارد. سختگیری‌های دولت، آن نگاه مشکوک و برخورد نامعقول به جامعه مسلمانان و نهایتاً رادیکالیزه کردن جوانانی که آمادگی ذهنی دارند دقیقاً آن چیزی است که داعش خواهان آن است. از سوی دیگر این عملیات، یعنی باز عملیات تروری که داعش را می‌اندازد، این عملیات به دنبال برانگیختن بدبینی و خصومت ملل غربی نسبت به مسلمانان و تشدید تضاد بین غیر مسلمانان و مسلمانان است. داعش از این قضیه برای عذرگیری و ادامه جنگی که آن را جنگ صلیبیون علیه اسلام قلمداد میکنند بهره میگیرند. هیلری کلینتون که طبق اکثر نظرسنجی‌ها از دیگر نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده امریکا بیش است، الو درود بر شما گوشی آقای ناصر توکلی هستم که دیر کردن حالا اومدن. بله من وظیفه دارم که بیام شماره تلفن های شما و آقای امیدوار و رادیو رو اعلام کنم اگر و این دفعه باید مال آقای سربی من بگی. بله آقای سربی رو باید یادداشت کنم در بیارم و بگم من فرق نیست کردم حالا برسیده تقریبا آقای سربی رو حتما هست با همیجا. بله حالا خودشون هم این رو خط باشن میتونم بیان چه خود جا کلمه صحبت کنن تلفنشون هم بگن خودشون بگن خیلی بهتره. بله تلفن آقای مینوی هست 281 یک کمی بلندتر آقای توکلی عزیز. بله من امروز حالم زیاد مناسب نیست که زیاد بکشم آقای ببخشید 281 اریاکود شماره تلفن 835 363 از شد اریاکود 281 شماره تلفن 835 363 تلفن آقای امیدوار هست از حفظ هم من همیشه 703 655 52-68 یه دستگاه هایی رو هم درست کردن که میتونم باش ستلایت و همه ایستگاه رو بگیرم بسیار قیمت مناسب و ارزون خوب میتونم زنگ بزنم و از آقای امیدوار اون دستگاه ها رو بگیرم 703-655-52-68 تلفن رادیو هست 713-485-4300 یک بار دیگه میگم 713 ریاکود چهار تلفون 485-4300 این نتیجه بیداری رو ما باهاها از دوستان خواستیم که نه پول زیادی باید بدید نه هیچی و از اطلاعاتی که در نشریه بیداری هست بهره‌مند بشید. این نشریه بیداری واقعا یک نشریه میهنی و به درد خور هست. بله آداش کنید شماره رو و من این را همانیشه از حفظم باور کنید که 858 اریاکود هست 858 320 2013 پس شد 858 320
2-3-13 و اگه الان هم بخواید با آقای مینویی زنگ بزنید با شماره 281-835-3063 میتوانید زنگ بزنید. اگر اوامری با من ندارید به شما بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید جناب توکلی عزیز. پاینده ایران. مرسی. حالا این پاینده باشید، البته خب خدا حافظ یک حرف بی‌معناییه دیگه. خدا چجوری از ما حفاظت میکنه؟ 120 نفر که تو فرانسه گوش شدن، خدا چجوری حفاظت کرد؟ یارو مرده نامه نوشته که همسر منو کشتید، بچه اینم من 17 ماهه دارم، من الان وقت قضاشو باید برم قضا بدم، ولی من نفرتمو به شما نمیدم. یعنی شما میخواید من نفرت پیدا کنم از شما؟ من نفرت پیدا نمی کنم تا شما این آقای درست گفته. این هدف این عملیات یه مقدار ایجاد نفرت نسبت به مسلمان ها و به سود داعشه. هر چقدر ممالک غربی بیشتر نسبت به مسلمان ها نفرت پیدا کنن و با نگاه مشکوک نگاه کنن و با نگاه کنترل کننده نگاه کنن، مثلا فرض کنید که مثال بزنم، شما از فروشگاه میاد بیرون، مثلا حالا من مثال میزنم، یه فروشگاه اینجا هست والمارت، فکر من این فروشگاه حتما شرایط دیگر امریکا هم هستش دیگه، حتی ممکن نقاط دنیا باشه. شما میاد بیرون به قول امریکایی راندوم، یعنی اینه که همه رو کنترل کنه. بعضی ها میگن داره میگه ببینم قبض خریدتون چیه، چیا توی این گاریتون این بیبرید، میخوام اینا با این قبض خریدتون میخونی یا نه. یکی میگه برو، یکی میگه برو، یکی میگه برو، یکی میگه ایسا. خب حالا اگر همش یه دونه که ظاهرش مسلمانی میگرداره کنترل کنه، خب مردم عصبی میشن دیگه، میگن چرا اون امریکایی را کنترل نمی کنی؟ چون چشاش آبیه کنترل نمی کنی، من چون چشام سیاهه کنترل می کنی. این حالت همون چیزیست که داعش میخواد. کسی که بهتر از همه به داعش کمک کنه این آقای دونالد ترامپه که میگه باید مسلمان ها کارت داشتن، کارتشون دم دستون باشه، هر کی گفت کارتت کارت نشون بده که من مسلمان هم، حالا کدوم کشورم، چه وقت اومدم اینجا. الان داره لایه میزنن که اونایی که از کشورهای سوریه و عراق و ایران و نمیدونم لیبی هستن، اگر حتی سیتیزن شهروند مثلا انگلیس هستن حق ندارن بیان امریکا، من باید ویزا بگیرم، در حالی که به طور معمول بین امریکا مثلا فرض کنیم که با سوئد ویزا نمیخواد، میتونی از سوئد شهروند سوئد بشی یا پاسپورت سوئدی پاشی یه سر بیای امریکا یا با پاسپورت امریکایی یه سر بری سوئد. گفتن نه، اگر مال این کشور هستید حالا باید ویزا بگیرید. خب این از خودش داعش این باشه، وقتی یه جوونی درس خورده زحمت کشیده یه کار درست بگیرش نیومده و وقتی اینجوری تحت فشار قرار میگیره، میگه برم اونجا داعش دیگه، برم پول که میدن، جا میدن، دختر خوشگلم که بهم میدن، خب یا جنگ میکنم پیروز میشم یا شکست میخورم دیگه. داعش هم شده یه کشور، فکر نکنه یه گروه تروریستی هست، یه کشوری هست. اتفاقا این داعش کشوریست قدرتمندتر از سوریه و عراق. من نمیدونم در باره نامزدهای انتخاباتی، من همیشه رأی داشتم، یعنی یکی رو انگوش میذاشتم میگم این هم میگفتم این از همه بهتره. الان هر چی نگاه میکنم نمیتونم رو کی انگوش بذارم بگم این از همه بهتره. تا یه مدت پیش فکر میکنم خانم هیلاری کلینتون بهترن، ولی من نمیدونم. ببینید آقای چرچیل گفته که امریکا، ببخشید انگلستان، بریتانیا دوست دائمی و دشمن دائمی نداره. منافع ما دوست دائمی ما، با اون که با منافع مخالفت کنه دشمن دائمی. این فرهنگ مادی غربه. فرهنگ ایران قدیم قبل از اسلام، وقتی اسلام اومد فرهنگ ایران خراب شد، ولی فرهنگ ایران قبل از اسلام، امپراتور روم سعی کرد حمله کنه که به من این کتاب آقای شاهین نجات خوندم چند دفعه ولی هنوز حفظ من تو ذهنم نیست، اومد به
شیوه یک قبیله عربی هستند در یک منطقه در عراق امروزی زندگی میکردن و دوستان پادشاه ایران بودن، اون به اونجا حمله کنه. پادشاه ایران پیغام داد او تو حاکم رومی، اونجا هر کار میخوای بکنی بکن، تو حق نداری به دوست من حمله کنی. میدونی؟ دوست گرفت اونو، نگفت چون منافع من حالا اصلا ولش کن چیکار دارم بیاد بینو بزنه بکشه. نه، دوستی رو، مقام دوستی رو حفظ کرد. خانم هیلری کلینتون به خاطر اینکه آقای شیخ سلمان رهبر عربستان سعودی رو منافعشو به دست بیاره، میگه من از ایران نگرانم. ایران خیلی نمیگه رژیم اسلامی، میگه از ایران، از ایرانی ها. خانم هیلری کلینتون هم رئیس جمهور نشده، مردم میفروشی به دلار. آقای خانم هیلری کلینتون در جلسه اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا به روشنی به این موضوع اشاره کرد و گفت من در ماه سپتامبر تر جامعی را برای مقابله با نفوذ ایران در سراسر منطقه تهیه کردم. ما نمیتوانیم ایران و گروه موسوم به دولت اسلامی را چالش های جدا از هم بذاریم. آقای خانم هیلری کلینتون واقعا توی مخ چیه؟ مغزه یا یه چیز دیگه؟ ایران همین رژیم اسلامی که ما این همه ازش بدون میاد ولی الان داره با داعش می جنگه. آقا جوان های ایرانی میرن اونجا کشته میشن. تو بگو ما داعش با ایران یکی میدونیم؟ آخه این چی جور آدم هایی هستید شما؟ من حالا یک کمی تنوع میشه، سه تا عکس بهتون نشون میدم. این یه عکس یه آقایست، ایشون داوطلبانه میرن مأمور آتش نشانی میشن، یعنی میگم من کارم مثلا تو فلان کارخونه کار میکنم، اما هر وقت یه جا آتیش گرفت آدم کم آوردی به من زنگ بزنی. نه که این یه نفر، یه دلیل زیادی هستن اینطوری هستن، داوطلبن، داوطلبانه مأمور آتیش نشانی هستن، نه که حقوق بگیرن مأمور. این آقای این بود، بعد در یک عملیاتی ایشون میسوزه صورتش، وقتی میسوزه این شکلی میشه. و چشاش هم نمیبینه وقتی این شکل میشه. بعد دکترها دشوارترین عمل جراحی روی پوست رو انجام میدن، وقتی انجام میدن چشاش هم باز میشه، میتونه ببینه الان این شکلیه. بله، من فکر کنم از اولش هم خیلی تیپتر شده. ببینید خانم آقای، من یه چیز بگم، در انتخابات امریکا در بند این نباشید که کارتر یه روزی چی کار کرد. آها، باور کنید ما تقصیر خودمون بود، ما کوتاه اومدیم. ما مگه همینجا نخوندم براتون که حزب توده گفتش که امریکایی اومدن بذره نمیدونم فلان آفت و توش آلوزار برنج ریختن، در حالی که هم چیزی واقعیت که نداشت که. ما اینجوری هستیم، ما خودمون، نه ما، من خودم، من باید خودم اصلاح کنم که گول نخورم. دموکرات و جمهوری خواه برای ما فرقی ندارن، هر کدوم بهتر باشه، ما اون انتخاب میکنیم. ما تعصب نداریم که حتما جمهوری خواه رو انتخاب کنیم چون که کارتر یه روز اون کاری کرد، یا حتما دموکرات رو انتخاب کنیم چون که مثلا رئیس جمهوری. به طور متوسط، به طور متعادل، دموکرات ها بیشتر به فکر مردمان ضعیفن، جمهوری خواه بیشتر به فکر پولدار امریکان. این یک کلیته،
اما خب فردا فرق میکنه با هم دیگه. ولایه اینو با هم بخونیم. میدونی آقای پوتین چند روز پیش اومدن ایران و یه سر از فرودگاه رفتن منزل آقای خامنه‌ای، یعنی هیچ اونجا وای نشستن که مثلا مراسم تشریفات بشه، مثلا آقای روحانی رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور بیاد از رئیس جمهور، گفت نه من اصلا هیچ تشریفات نمیخوام، از فرودگاه میرم آقای خامنه‌ای. ولایتی دیدار پوتین و خامنه‌ای مهمترین ملاقات‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. همین میگه تیترشو بقا. اینجا یه تیکه هم داره، این هم براتون بخونم. بازگشت ونهای گشت ارشاد برای تذکر به ساپورت پوشان. ای بابا اینا چقدر آدم های خبیثی هن. به یه نفر کار دارن که زیر دامنه چجوری شلوار پوشیده خانومه، بذاری بلاوی این چجوری پوشیده. خبرگزاری فارس با انتشار عکس های گزارش داد که من یعنی مثلا من یعنی همین چیز دیگه، به انگلیسی هم میگیم من دیاره بعد، یعنی مثلا فارسی می گفتن استیشن باگن. منهای گشت امنیت اخلاقی نیروی انتظامی بار دیگر به خیابانهای تهران برگشتند و به ساپورت پوشان و بد پوشان و بد حجابان تذکر میدن. حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود گفته بود نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه خود حفظ حجاب و عفاف هستند. دولت او در 2 سال گذشته از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس و برخی مقامات مذهبی متهم است که باعث رشد بی‌حجابی و بدحجابی شده است. خب به شما چه مربوطه که چه کسی موش بیرونه یا بیرونیست؟ مگه زمان رژیم قبلی که خانوما بی‌حجاب بودن مگه چی بود؟ مگه چه اتفاقی میافتاد؟ در رژیم قبلی در کنار دریا خانوما ایرانی با بیکینی بودن، هیچ کسی هم نگاه خاصی نمیکرد، معمولی بود چون عمومی شده بود. در رژیم گذشته شما میدیدید کنار دریا یارو با چادر رفته تو آب، یارو با روسری و بلوز و شلوار رفته تو آب، یارو با مایوی بسته از اینجا تا اینجا رفته تو آب، یکی دیگه با بیکینی رفته تو آب. همه هر که حال خود شما توی رژیم گذشته توی خیابون استانبول، اینجا مسجد بود، اینجا عرق فروشی بود، اینجا سینما بود، فیلم های سکسی نشون میداد، هیچ کس هم به هیچ کی کار نداشت. یک مقاله هست از آقای دکتر کاظم ردی، من تیترش رو میخونم با هم میخونم. این آقای دکتر کاظم ودیعی هستن، این هم مقاله شون دنیا در کار رفع شر بنیادگرایی است. دنیا در کار رفع شر بنیادگرایی است. آقای دکتر کاظم ودیعی، من همیشه به شما اعتراف میذارم، همیشه از شما یاد میگیرم، همیشه مقالاتونو میخونم سوادم میره بالا، ولی این دفعه اصلا اشتباه میکنین آقای دکتر کاظم ودیعی. دنیا در صدد رفع شر بنیادگرایی نیست، دنیا میخواد از این بنیادگرایی به نفع خودش استفاده کنه
وقتی این بنیادگرایی یه ذره زیادی میشه با اون زیادیش مخالفه. میدونید آقای دکتر کاظم ودی من چی میگم؟ من میگم دنیا از خداشه که این داعش باشه و بجنگه و اسد باشه و بجنگه و کرده باشن و بجنگن و ایران بره و بجنگه، همه اینا رو دوست داره. هرچقدر منطقه آشفته تر باشه منف اونجاست. خب ایران اگر آشفته باشه خب اتومبیل پیکان نمیتونه بسازه که صادر کنه، که کفش ملی که نمیتونه درست کنه به ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی کفش ملی بفروشه، که دیگه استکان و لیوان نمیتونه درست کنه به بازارهای اروپا بفروشه، که همیشه در فکر اینه که اون منطقه رو عجلو عراق همینطور، سوریه همینطور. اینا در نبرد و نزاع باشن، آقای دکتر کاظم ودی چون که بهتره با میدونی، اینا که در نزاع داخلی باشن به سود روسیه و چین و امریکا و انگلیس و فرانسه. اینا خودشون این گروه های تروریست رو اغلب به وجود میارن. منتها این گروه تروریستی وقتی بزرگ میشن میزنن لطفار میکنن دولت های سازنده شنو. این همون مسئله همون است که مثال فارسی است که میگن یکی بچه گرگ میپرورید تو پرورده شد خواجه را بردارید. مگر همین دولت امریکا نبود که آقای بن لادن پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، همه چی داد که چیکار کنه؟ که روسا را از افغانستان بیرون کنه. خب وقتی روسا از افغانستان رفتن بیرون دیگه دولت امریکا کاری برای این القاعده تعیین نکرد، ولشون کرد، گفت بذار کارا بذار ترور کنن، هر کاری میخوام بکنن، هر کاری میخوام بکنن بکنن. این اولا همه افغانستانی گرفتن، ملا عمر شد رئیس دولت افغانستان و آقای بن لادن هم شد رهبر، مثل آقای روحانی و آقای خامنه ای، اون شد رئیس جمهور، اون هم شد رهبر. خب تا اینجا قضیه به نفع غرب، غرب از خداش که توی افغانستان همین جنگ و همین دعوا و همین نزاع باشه. متاسفانه متاسفانه هم زبانهای افغانی ها مثل ما ایرانی ها گول میخورن. من دوستان افغانی دارم میاد میگه که آقا چرا امریکا 5 میلیون دلار واسه مثلا فلان کار خرج کرده تو افغانستان؟ این کارو میشد با 1 میلیون دلار هم انجام داد، 4 میلیون دلارش یه کار دیگه کرد. عزیز من خودت برو اون کارو بکن. چرا اصلا میگی که امریکا اومده اونجا 5 میلیون دلار برای فلان چیز خرج کرده؟ چرا باید امریکا بیاد اونجا این کاره؟ چرا امریکا باید توی افغانستان جاده بسازه؟ امریکا توی افغانستان جاده میسازه چون که دزدی شده توش. اصلا نباید دوست داشته باشید که امریکا برای شما جاده بسازه، شما باید خودتون برای خودتون جاده بسازید. اصلا ما نفهمیدیم که این دوستای افغانی ما دوست دارن خارجی از کشورشون برن بیرون یا بمونن. هر وقت میخوام برن بیرون میگن نه نرید بیرون. میدونی برای چی؟ برای که اونو پول خرج میکنن. این پول رو دوست دارن، اما این که مثلا اونا وجود دارن اونو دوست ندارن. آخه نمیشه که به قول فارس قدیم میگفتن که نمیشه که هم خره بخوای هم خورما رو بخوای، که البته میشه هم خره بخوای هم خورما رو، چون خره دجال که بیاد بیرون میگن خورما میدوزه، خره دجال که بیاد بیرون از کلش تا به آخر تنش 8 فرسخه، از این گوشش تا این گوشش 4 فرسخه. کریم خان زن به اون آخونده میگه که خب این که اگه شاش کنه که سید شما رو میبره، که اگرم اون شما رو دوره بکنه که شما اون زیر خفه میشید، که آخه این چی تو ذهنتون درست کردی؟ بله، پس دنیا در کار رفع شر بنیادگرایی است؟ نه نیست آقای ودی، دکتر کاظم ودی، دنیا در شر رفع بنیادگرایی نیست. این سر غرب کار میگن، میگن این کارای این گروه های تروریستی دارن افراط میکنن، میدونی؟ اما وقتی میگه 10,000 مسلمان و خانم آنجلا جولی رو میخواد بکشن، یه چرا خانم آنجلا جولی؟ حالا امریکا، انگلیس، فرانسه اگر توی عراق و سوریه مثلا 10,000 نفر کشته بشن به خیالشونه، اما تو فرانسه 120 نفر کشته بشن، من
مخالف هر نوع کشتنه. نه اینکه فکر کنید من دارم دفاع میکنم، ولی میگم اینا کشتن سوری و عراقی رو اصلا اهمیت نمیدن، ایرانی رو اهمیت نمیدن، افغانی رو اهمیت نمیدن. اما چرا یه دونه امریکایی کشته شد؟ چرا؟ اینا میخوان این گروه های تروریستی که تو اونجا کار میکنن، اینا خودشون پول میدن بهشون، اینا میخوان اینا باشن، ولی میگن شما یه حدی بیشتر نرید. مثلا اون گروه های تروریستی وقتی باشون پول دار شد، دیگه به پول امریکا احتیاج نداشتن، دیگه میگن گروه بابای امریکا، گروه بابای فرانسه، هر کاری میخوایم بکنیم میکنیم. و میان مثلا برجای دوقلوی امریکا رو با هواپیما داغون میکنن. هنوز دوستای افغانی میگن که، دوستان افغانی من میگن نه اونا خود امریکا بودن. یعنی میگن 4 تا هواپیما مسافربری رو خود امریکا برداشت، با مسافر برداشت، رفت زد به برجای دوقلو و نمیدونم پنتاگون رو نمیدونم کجا. خب من به پایان برنامه رسیدم. خیلی متشکرم که از عزیزان که به برنامه توجه کردن، اجازه دادن من اومدم به خونه هاشون. خیلی خیلی ممنونم از شما، واقعا لطف کردید، خیلی ممنون که گوش کردید به حرفای من. همیشه آخرش من میگم رسم نیست اینطوری که از یاد برن، ولی من قابل دارم نبود البته. و از جناب امید امیدوار در واشنگتن، از جناب ناصر توکلی در هوستن، و از جناب آقای ناصر ببخشید از پارسا سرمیز، اونم در واشنگتن، سپاسگزارم که برنامه رو رله کردم و پخش کردم. براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم. شما رو به خردتون میسپارم.